درود بر شما، دنیز هستم و به کانال دنی بورس خوش اومدین. گزنفون کتابی داره تحت عنوان بازگشت 10,000 نفر که در این کتاب شرح این سفر طولانی از بابل تا بیزانس رو نوشته. قبل از اینکه بخوایم بپردازیم به یادداشت‌های گزنفون، در اینجا لازم به یاداوریه که اردشیر دوم با این شرط به یونانی‌ها اجازه بازگشت به وطنشون رو داد که اونها در مسیرشون هیچ شهر و روستایی رو غارت نکنن و اونها هم این شرط رو پذیرفتن و قول دادن که این کار رو انجام ندن. گزنفون بنابر نوشته‌های خودش در همون روز اولی که به عنوان فرمانده انتخاب میشه، برای سربازان یونانی یک سخنرانی انجام میده که قسمتی از اون چنینه: ما تا حالا داشتیم آذوقه را با قیمت‌های گران تهیه می‌کردیم، اما از اینجا به بعد نگران آذوقه نباشید، چون اگر پول نداریم، هر چقدر که آذوقه بخواهیم از هر جا که بخوایم میتونیم به عنوان حق فاتح بگیریم. در اینجا حق فاتح به این معنیه که اگر سرزمینی رو فتح کردن، همه چیز مال اونهاست. یونانی ها هم از اونجا به بعد به هر روستایی که وارد میشدن اونجا رو غارت میکردن و خود گزنفون تعداد زیادی از این غارت ها رو در نوشته های خودش شرح داده. گزنفون در کتابش نوشته ما پادشاه ایران رو در خانه اش شکست دادیم و هر جا که ایرانی ها میخواستن حمله بکنن ما اونها رو فراری میدادیم. این نوشته ها درست نیست، چون اگر ایرانی ها میخواستن این 10,000 نفر رو شکست بدن، در همون دشت های بین النهرین کار اونها رو با استفاده از سوار نظام هاشون یکسره کرده بودن، چون هم تعداد سپاهشون بیشتر از این یونانی ها بود و هم ایرانی ها در سپاه خودشون سوار نظام داشتن و یونانی ها همگی پیاده بودن. اما اردشیر جوانمردی میکنه و به اونها اجازه میده که به مملکت خودشون برگردن. در اینجا باید پرسیده بشه که وقتی تیسافرن داشت فرماندهان یونانی ها رو دستگیر میکرد و به زنجیر میکشید و میکش، پس چرا این یونانی های به قول خودشون فاتح از فرماندهانشون دفاع نمیکردن و نشسته بودن و تماشا میکردن و چرا اجازه دادن تیسافرن هر کاری که دلش میخواد با اونها انجام بده؟ گزنفون که اهل آتن و از شاگردان سقراط بود، یک مکالمه با خیریسوف که اهل اسپارت و از بزرگان اسپارت بود انجام میده که گزنفون شرح این مکالمه رو در نوشته های خودش آورده. تا این مکالمه گزنفون به اون میگه که شما اسپارتی ها از بچگی عادت به دزدی دارید و بین شما رسمه که اگر دزدی با مهارت و پنهانی انجام بشه مجازات نداره. خیریسوف هم به اون میگه شما آتنی ها هم در دزدیدن خزانه دولت بسیار ماهرید و بهترین دزدها رو برای حکومتتون انتخاب میکنید. و این دو نفر طی این مکالمه فرهنگ و تمدن درخشان یونان رو به خوبی معرفی میکنن. در یکی دیگه از یادداشت‌ها گزنفون به سربازان یونانی گفته اگر دشمن به ما حمله کرد نباید تعجب بکنیم، چون دشمن حال سگی رو داره که دائما به رهگذران حمله میکنه و هر وقت که بهش حمله کردن فرار میکنه. در اینجا گزنفون فراموش کرده که این یونانی ها وارد خانه دشمن شده بودن و دشمن هم حق داره که متجاوز رو تنبیه بکنه. آقای زرینکوب هم حرف های گزنفون در کتاب بازگشت 10,000 نفر رو لافزنی های کهن سربازان نامیده. به هر حال بعد از اینکه یونانی ها به شهرهای خودشون برگشتن، همه جا پر کردن که با زور بازوی خودشون از قصر پادشاه ایران تا یونان رو رفتن و راه رو باز کردند و کسی هم نتونسته جلوی اونها رو بگیره و همه جا شایعه کردن که ایران یک کشور بزرگ و ثروتمنده که قدرت دفاعی نداره و اگر یک سردار چند هزار سرباز لایق داشته باشه به راحتی میتونه اون رو فتح بکنه. این شایعه ضربه بزرگی به ابهت ایران وارد کرد و باعث شد که یک پادشاه اسپارتی به نام آکسیلاس به طمع بیفته که ایران رو فتح بکنه. اگرچه ناکام موند، اما این باعث شد که یک مدت بعد اسکندر مقدونی با درس گرفتن از تمام اینها به ایران حمله بکنه. برنامه امروزمون همینجا به پایان رسید. امیدوارم که مورد توجهتون قرار گرفته باشه. یادتون نره که نظراتتون رو برامون بنویسید، ویدیومون هم لایک کنید و اگر کانال رو سابسکرایب نکردید حتما سابسکرایب کنید و زنگوله رو هم بزنید. ممنون از توجهتون و تا برنامه دیگه، بدرود.